برای جزئیات بیشتر در مورد هم همراه میشیم با همکارم توماج تاهباز که از شرق آسیا با ما همراه شده. توماج بیشتر برامون بگو در مورد این تنش های تازه بین آمریکا و چین و همینطور نقش چین در بودجه ارتش آمریکا. اجازه بده از تازه ترین تنش ها شروع کنم که در جوار من در دریای جنوب چین رخ داده. روز پنجشنبه ارتش چین گفت که ناوشکن موشک انداز میلیوس ارتش آمریکا بدون اجازه مقام های چینی وارد آبهای جزایر شیشا شده بود. جزایر شیشا که با اسم جزایر پارسل هم شناخته میشه مورد ادعای چین، ویتنام و تایوان هست. نیروی دریایی ارتش چین و نیروی هوایی ارتش چین به گفته این کشور وارد عمل شدند و ناوشکن آمریکایی رو از منطقه عقب راندند. اما بعدش ساعتی بعدش ناوگان هفتم آمریکا که در منطقه هست گفت این بیانیه دروغه. گفتش که اساساً ناوشکن ما مشغول عملیات معمول در واقع گشتنی و دریانوردی در منطقه بود و کسی اساساً اون رو از جایی عقب نرانده. تاکید کردن در ضمن آمریکایی‌ها که هر جا که آب‌های بین‌المللی و آسمان بین‌المللی باشه اونها به کشتیرانی و پرواز خودشون ادامه میدن. این از اون دسته تنش‌هایی که در دریای جنوب چین بسیار رخ میده اخیراً، به خصوص چرا؟ چون چین اساساً بر تمام تپه‌ها و صخره‌ها مناطق دریای جنوب چین ادعای مالکیتی داره. ایالات متحده همه این ادعاها رو رد کرده. از کشوری که من الان توش هستم، مالزی تا برونی، فیلیپین، ویتنام، تایوان، همه اینها هم در مورد مناطق مختلف ادعای مالکیتی دارن. به همین خاطر این تنش‌ها اتفاق می‌افته و در طول سال‌های گذشته به طور مشخصی همین تنش‌ها افزایش پیدا کرده. 5 تریلیون دلار از این منطقه رفت آمد میشه هر کشتیرانی فقط هر سال تقریبا، که یک رقم بسیار بالاست. به همین خاطرم کنترل این منطقه برای همه کشورها اهمیت زیادی داره. اما مقام‌های پنتاگون و سیاست مشترک ارتش آمریکا هم درست در ساعت‌های گذشته خواستار بودجه 842 میلیارد دلاری خودشون شدن که البته این بودجه در بودجه دولت بوده. برای سال 2024 افزایش 3.2% رو شاهد هستیم و یک بودجه بی سابقه. مقام‌های آمریکایی میگن دلیل اصلی اون برای مقابله با توسعه فزاینده نظامی چینه. بخش زیادی از گفته‌های مقام‌های آمریکایی در برابر نمایندگان آمریکایی قانون‌گذاران آمریکایی اساساً مربوط می‌شد به مسئله چین. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و وزیر دفاع این کشور گفتند برای مقابله با توسعه فزاینده نظامی چین آمریکا باید در سال‌های پیش رو سطح آمادگیش رو بالا ببره. اما رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ضمن گفته اقدامات چین در مسیریه که می‌تونه به نزاع با کشورهای همجوار و در نهایت با ایالات متحده ختم بشه، ولی تأکید کرده که جنگ با چین نه اجتناب ناپذیره نه اینکه قریب الوقوعه.